بنابه اطلاعی دریافتی عبدالرحمن محمودوف یک صاحب کار تاجیک طرفدار حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 صبح 15 مرد در شهر استانبول ترکیه دستگیر شده است. یک منبع پایگاه خبری بامداد از استانبول خبر داد که عبدالرحمن محمودوف را کارمندان پلیس صبح سه‌شنبه از خانه‌اش گرفته بردند و اینک سه روز باز در توقفگاه شعبه پلیس نزدیک محله زیستش نگاه داشته می شود. این منبع خبر داد که محمودوف را تا حال به بازداشتگاه شهروندان خارجی انتقال ندادند و همسرش روز 17 مرد برایش به همان شعبه پلیس غذا و لباس بردند. در شعبه غذا را برای صاحب کار تاجیک بازداشت شده گرفتند ولی لباس های آورده همسرش را قبول نکردند. سبب بازداشت او معلوم نیست ولی یک نماینده گروه 24 گفت که بازداشت عبدالرحمن محمودوف می تواند به فعالیت اپوزیسیونی او از جمله به سخنرانیهایش در برنامه های ویدیویی این حرکت اپوزیسیونی ربط داشته باشد و با درخواست مقامات تاجیکستان صورت گرفته باشد. محمودوف عبدالرحمن سال تولدش 1982 در محله غیرت شهر بختر زندگی میکرد و تقریبا 40 هکتار زمین پخته داشت. او اساسا به پرورش تجارت پخته مشغول بود ولی دو سال پیش ترک تاجیکستان کرد و از ماه فوریه سال 2020 در استانبول به سر میبرد. بعد فرار از کشور عبدالرحمن محمودوف در چند برنامه ویدیوی گروه 24 از جمله صدای مردم و حق و باطل به نام خودش اشتراک کرده از حکومت کنونی تاجیکستان به شدت انتقاد میکرد. او از جمله مقامات را به بوغی کردن صاحبکاران عیب دار میکرد و خودش را مثال آورده میگفت که زمینهایش را با تعیین حجت های قلبکی برادر زایر یکی از دامادهای پرزیدنت کشیده گرفته است. خانواده صاحب فو با این اتهام رسما یگان واکنش نکردند. یک نماینده گروه 24 به بامداد گفت عبدالرحمن محمودوف هرچند از عقیده های آنها طرفداری میکرد در برنامه هایشان اشتراک داشت ولی رسما عضو گروه 24 نبود. این حرکت اپوزیسیونی از جانب صاحبکار عمرعلی قوتوف سال 2012 در پی فرار او از تاجیکستان تشکیل شده است. قوتوف نیز صاحب فو را به غصب تجارتش در تاجیکستان عیب دار میکرد. در تابستان و تیر ماه سال 2014 گروه 24 در شهرهای روسیه با جلب مهاجران تاجیک سلسله گردهمایی های اعتراضی به ضد حکومت تاجیکستان را دایر کرد. گروه 24 را در کشور من و بر روی خط سازمان های افراطی شامل کردند. اساسگذار گروه 24 عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد. بعد این شمار زیادی از اعضا و طرفداران گروه 24 بازداشت و محکوم به زندان شدند و قسم دیگر به کشورهای اروپا پناه آوردند و حالا این سازمان اپوزیسیونی اساسا در اروپا عمل میکند.